درود به شما خوش اومدین به قسمت دیگه ای از سیگنال های هفتگی که هر هفته در ابتدای بازار لندن دوشنبه ها برای شما به اشتراک گذاشته میشه این هفته خبره مهمی توی بازار خواهد بود که قطعا تأثیر گذاره. قطعا تأثیر گذاره تو بازار هفته گذشته ریت ها رو شاهد بودیم این هفته در حقیقت یه مقداری اوضاع فرق میکنه ریت بانکی امریکا از روز چهارشنبه که بسیار مهمه و در حقیقت میتونم بگم شاید خیلی ها منتظر تغییر ریت هستن ما حواسمون به این ریت ها هست اف افیشال بانک ریت برای در واقع پوند بریتانیا خواهد بود که بسیار مهمه و میتونه تاثیر گذار باشه توی بازار تعطیلی خاصی نداریم و بریم سراغ چارتامون بیایم از بازارهای در واقع بیت کوین کریپتوکارنسی شروع کنیم چارته عموما تو جلسه هفتگیمون ما توی این ویدیو تا تایم تا فریم های بالاتر و سیگنالش رو سیگنال شو به بچه ها میدیم بیت کوین در حال حرکت رو به بالا دیلیش هم همینجور یه دونه در حقیقت کارکشن رو زده باید ببینیم فعلا جای خوبی بیت کوین نیست برای در واقع حالا حداقل میتونم بگم فروش باید ببینیم روند پرایس اکشن بازار چجوری از پرایس اکشن یه مقدار خارج شده چارت بعدیمون فیتسی هست فیتسی صد ایندکس که در واقع نمودار ویکلیش هفتگیش رسیده به یه سقف خیلی جالب و واکنش هم نشون داده بعید نیست این هفته با توجه به نمودار چهار ساعتش اگر بیاد روز دوشنبه زیر این ناحیه ما قرار بگیره کلا این ناحیه خیلی مهمه بیاد زیر این ناحیه میتونیم بگیم که آغاز یا در, در وسط های یه دونه روند نزولی قرار خواهیم گرفت منتظر فول بادی بریک آوت برگشت و سناری شماره سه یا دو هستم خیلی از بچه ها راجب سناریو سوال میکنن سناریو یک دو سه اینا همش سناریویی است که توی یوتیوب آموزش داده شده چرا به بچه ها من پیشنهاد میدم با سناریو سه استفاده کنم به خاطر اینکه ریسک کمتری داره راحتتر یاد می‌گیرن. در ادامه شما قرار تبدیل بشین به تریدرهای حرفه شاید یه جاهایی بدون رعایت کردن حتی این ها بتونین از ترید ها خیلی موفق بیاین بیرون حالا اون در آینده و بعد از تجربه کاری هزاران ترید برای شما رخ میده اما الان برای شروع بهتره که با در واقع سناریه مطمئنتر شروع کنیم پس فیت سیصد اولین چارتیه که من میذارم توی واچ لیستم نز... SMP 500 که رو سقف شه آخر هفته یه مقدار باید ببینیم این ویروس در واقع کرونا که اومده یه ویروسیه که بازارهای مالی رو خیلی تهدید میکنه به خاطر اینکه در واقع یه ویروسی که خیلی سریع پخش شد این روزا حواستون به اخبار این ویروس باشه که شدید تو بازار سهام کشورها میتونه تاثیرگذار باشه و شدید تو بازار در واقع طلا حتی چارت بعدیمون نیکی است که امروز در واقع ریخت و در حقیقت الان فعلا یه مقداری سعودی بوده حالا با توجه به گپ داونی که زده اما نیکی هم ام توی تایم فریم دیلیش چارت زیبایی رو داره چارت بسیار قشنگ از دو تا ناحیه خیلی خوب میتونم بگم منتظر هستیم واکنش رو ببینیم خب به تب اکثر آدما دوست دارن سعودی باشه اما اخبار در واقع ویروس کرونا تاثیر گذار دکس دکسی در واقع اومد هفته گذشته اون چهار تا پترنی که داشتیم و ناحیه که داشتیم رو تاچ کرد و حرکتش رو به سمت و بالا شروع کرد من الان که نگاه میکنم خوشحالم که وارد این ترید نشدم چون فشار قطعی وایرا اینجا وجود نداره. فعلا چارت شاید فورش جالب تر باشه برای من از این حرکت اگه بتونم حرکتی بگیرم برای من جالب تره خب اینم میذارم تو واچ لیستم طلا طلا <applause> که دیلیش که حرکت سعودی داره امروز با یه گپ رو به بالا شروع کرد طلا. حرکت بسیار خوبش رو به بالا و میتونم بگم دیلی و دیلی و اچ فورش همچنان الان من چیزی نمیبینم تو اچ فور باز حالا شاید یه ناحیه تقریب حالا باشه داشته باشیم اما باید ببینیم چه واکنشی نشون داده میشه الان تازه بازار آسیان باز شده و کم کم واکنش ها واقعی در واقع طلا میان باید ببینیم این هفته طلا چجوری پیش خواهد رفت از عواست دسامبر 2019 خیلی خوب پیش رفت و میتونم بگم یکی از کالایی بود که همه حواسشون بود کد به ین جوفرز بعدی تو تایم فریم روزانش فقط یه ناحیه داریم فعلا چیز دیگه نمیبینم تایم فریم h 4 هم میتونیم بگیم یه ناحیه همون ناحیه هست از تو چیز خاصی نمیدونم یو به سی تایم فریم دیلی که چیزی نداره h 4 باید منتظر باشیم ببینیم آیا در واقع میتونه این سقف رو بشکونه چارت خوبی میتونه باشه برای تمرین برای گرفتن سیگنال لازم یو به CHF رو یادداشت میکنم AUD و چف جوفرز بعدی وابسته فرانک سوئیس این هم دقیقت میتونم بگم یه حرکت جالبی هفته گذشته اومد هولوش اینجا زد. خیلی از بچه اینا هدن شلدر میگیرن و اشتباه هدن شلدر یه الگو برگشتی ادامه دهنده نمیتونه باشه اینجا من بیشتر شبیه این میبینم که بین دو تا نایس حالا اگه برگرده بالا پول بک بدم میتونم در واقع سلر باشم میتونم بهش فکر کنم پاوند به ین ویکلیش که هیچی دیلیش نزولی و اچ فورش یه شباعت هایی داره به در واقع اون ایودی به سی اچ اف اما خیلی واضح نیست اینا اگه من ترید کنم فقط از روی نواحی ترید کرده حالا چه بسا شایدم بعضی وقتا اینا بیاد بالا من ترید کنم بچه ها بگن شما الگو ندیدی خب بهتره برای بچه هایی که تازه کار میکنن الگوها رو ببینن تا بدونن که میخوان چی کار بکنن در دا... م... چارت بعدی یو اس هست دیلیش چیزی نداره اچ فورش هم که انقدر شارپ ریخته حرفی برای گفتن نداره یو تایم فریم دیلی که در حقیقت میتونم بگم اومد این نکلاینه شیکوند و شروع کرد ریزش کاملا مشخص بود اینجا ناحیه‌ای که ما راجبش صحبت کرده بودیم بارها و بارها ما راجبه این ناحیه صحبت کردیم تو هفته گذشته و چقدر قشنگ پایان هفته گذشته اومد شیکوند و ناحیه بعدی که سر داریم اینجاست ناحیه‌ای بس نواحی بسیار مهم که الان قیمت بینشونه و ترید نمیکنم یورو به ای جو دی بعدی که تو تایم فریم اچ 4 ما این حرکت رو داریم البته خیلی نزدیک به ناحیه بعدی من و میتونم بگم یه زخامتی هم داده خیلی ایدئال نیست برای ترید این جوفرز حالا اگه در بتونم اینجا یه دونه پولبک ریز بگیرم شاید بایر باشم اما خیلی سناریو قوی نیست اینجا با توجه به حرکت قیمت و سخفی که وجود داره این همون ناحیه‌ای که تو H4 من این بالا گذاشتم و ببینید چقدر مهمه اینجا پس اگه ترید بکنم اینو باید نرسته به بالا برم چیکار کنم ریسک فری کنم تمامش کنم این چارتو انزدی به این جو فرض بعدی که اومده و تو چارت دیلیش نگاه کنید چه بلایی سرش اومده اومده ببینید چه حرکت اینجا زده خب این چارت جالبی ارزش دنبال کردن داره قطعا دنبالش میکنم اگر پرایس اکشن خوب رو به پایین ببینم قطعا جز سلرا خواهم بود انزدی به UST جو فرز بعدیمون تو تایم فریم H4 فکر میکنم هفته گذشته این ناحیه رو راجبش صحبت کردیم رسید بهش برخورد کرد ریجکشن رو به بالا حالا باید ببینیم اینجا دوباره قیمت رسیده رو همون ناحیه‌ای که ما مد نظرمون هست اگه بیاد و در حقیقت بریزه فول بادی بریک آوت به اولین برگشتش من سلر خواهم بود تایم فریم H4 بود جو فرز بعدیمون زدی به CHF تایم فریم بازم اچ 4 که در حقیقت میتونم بگم یه چیزی شاید خیلی از بچه ها منتظر هستن خیلی از ها رو ما ریویو کنیم اما خودتون به راحتی میتونین اولگوها رو ریویو کنین و دوره کنین الان یه دونه در حقیقت میتونم بگم اولگو فلگ رو داریم بعد ببینیم چه اتفاقی میافته روی این الگو فلگ درس داده شده قبلا هم اینجا یه الگو خیلی خوبه دیگه بوده اسمش نمیگم که برین تو آموزش های الگو ها رو ببینین لذت ببرین ازشون فعلا باید بشینم ببینم آیا میتونه در واقع بشکونه روی الگو فلگ یا نه دنبالش میکنم NZD CHF رو AUD USD تایم فریم دیلیش همونی که میخواستیم شد و قیمت فول بادی بریک اوت کاملا الگو هدن رو زد و داره حرکت میکنه به سمت پایین AUD کد تایم فریم دیلی یا H4 نه دیلیش به نظرم تمیزتر یه ناحیه داریم هولوش اینجا که ناحیه بدی نیست برای قیمت باید ببینیم اگه بیاد این ناحیه رو بشکنه به سمت پایین باز از سناریو یک دو در جهت روند نزولی حتماً در واقع بهرمند خواهم شد پاوند سی اچ چیز خاصی رو نداره پاوند به یو تقریبا پاوند به یو اس حرکت رو زده ما همون خیلی از بچه ها میگن مثلث متقارن حالا هرچی که اسمشو بذاری فعلا به نظر من جای خوبی نیست فعلا جای خوبی نیست باید از این محدوده خارج بشه دوستای عزیزی که الگوها رو نمیدونن آموزش های بسیار خوبی براتون تدارک دیدیم تو یوتیوب به صورت رایگان هست و میتونین تماشا کنین قطعا بهتون توصیه میکنم از یوتیوب ببینین و خاطر اینکه اونجا هر ویدیوی دیگه ای که نیاز بوده بهش تک شده و خیلی راحت دسترسی خواهید داشت یو چارت تحلیل خاصی نداره پاند به AUD یو بالا تایم فریم بالا تو تایم فریم h 4 یه در واقع ناحیه کارکتیو یا کارکشن رو میبینم شاید خیلی اینو تو الگوهای تو ناهی نواحی پایین کاملا مشخصه که این رو الگو مثلث بگیرن هیچ اشکایی نداره در جهت ما ترید میکنیم بارها و بارها این الگوها تکرار میشه یورو به پوند چیز خاصی نداره AUD به ین اینم نه اینم رد میکنم این واچ لیست هفتگیمه که تو هفته آینده دنبال خواهم کرد پس خیلی قوی باشه که من رو در واقع هفته آینده بتونه موجب کنه که این چارت رو دنبال کنم یادتون باشه هر چارت کوالیتی پایین یا با کیفیت پایین رو ما انتخاب نمیکنم اینجا شاید در واقع روی یورو به ین تایم فریم دیلی بتونیم اینجا نگاه میکنم دنبال رو قیمت, قیمت رو دنبال میکنم رفتار قیمت هلوش این ناحیه رو میتونم هم سودی هم بایر باشم هم سلر باشم هر طبق سناری 4 5 یا یک دو سه میتونم کامل ترید کنم یورو به کد تایم فریم دیلی اینم هم اینجور. اینم توی یه ناحیه عجیب و غریبی گیر کرده قیمت باید ببینیم اگر بیاد پایین خب ایدهال من قطعا سلر خواهم بود قطعا این رو میذارم توی واچ لیستم یورو کد یاد میکنم تو دفتر و پاوند به کد چیزی نداره و کد به سی آخرین جوف ارزی که براتون تحلیل میکنم این هفته و این هم چیزی نداره بسیار عالی اینم از واچ لیستای هفتگی من که در واقع توی تایم های بلند مدت دیلی و h4 هر هفته قبل از شروع بازار لندن در اختیارتون قرار میگیره بسیار خوشحالم که از واچ ها استفاده میکنین اگر نتایج خوبی دارین اگر نتایجی گرفتین از این سیستم از این نحوه آموزش رایگان حتما اون رو با ما در میون بذارین خیلی خوشحال میشم بدونم که در واقع قصه شما به چه شکلی رقم خورده با استفاده از سیستم پی تی ای ازتون دعوت میکنم در وبینار دوشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران حضور داشته باشین این وبینار به صورت لایف خواهد بود و شما در طول این وبینار فرصت این رو دارین که سوالای خودتون رو مطرح کنین پس منتظر حضور شما در وبینار هفتگی هستم تا درودی دیگر بدرود